سلام خوانندگان عزیز، درس امروزی ما زبان تاجیکی است. موضوع امروزی ما خوانندگان اعضاهای طفیلی جمله. مقصد درس ما باشد از اینها عبارت است: یکم، درباره اعضاهای طفیلی معلومات میگیریم. دویم، از روی آهنگ معین کردن آنها را میآموزیم. سیم، موقع علامت های کتابتی را در کلمه، عباره و جمله های طفیلی شرح می دهیم. شعار درس امروزی ما خوانندگان: سخن بسیار دان و اندک گوی، یکی را صد مگو، صد را یکی گوی. انا این بیت سعدی است. سعدی شیرازی می فرماید که سخن بسیار دان، یعنی بسیار آموز، لیکن کمتر سخن کن. یک چیز را صد بار تکرار نکن، بلکه صد را یکی گوی. انا خوانندگان عزیز، امروز من و شما به همین گفته ها عمل میکنیم، بسیارتر می آموزیم، کمتر گپ میزنیم. اکنون خوانندگان عزیز، مثال های دو ستون را مقایسه کنید. این کتاب را خواندم. یعنی مقایسه میکنیم. در حقیقت این کتاب را خواندم. کنی گویید در جمله ستون دویم چرا احساس کردید؟ یعنی فکر چگونه بیان شد؟ آفرین، در اینجا فکر با قطعیت، با باوری بیان شد. امروز برادرم از شهر می آید. مقایسه می کنیم. احتمال امروز برادرم از شهر می آید. یعنی در اینجا چرا احساس کردید؟ احتمال، یعنی خوانندگان، گمان و شبهه، ناباوری. سیوم، هوا امروز هم گرم شد. مقایسه میکنیم، خوشبختانه هوا امروز هم گرم شد. در اینجا باشد خوانندگان، خرسندی احساس کرده شده ایستاده است. پگاه باران میباریده است. مقایسه میکنیم، موافق خبری رادیو پگاه باران میبارده است. در این جمله باشد خوانندگان عزیز، فکر چگونه افاده شد؟ یعنی با کی تعلق داشتن، سرچشمی فکر در اینجا افاده شد. انا خوانندگان عزیز، این فهمان شده باشد اکنون اعضای طفیلی چیست. درس امروزه را آغاز کردیم. با دقت گوش کنید. کلمه، ترکیب و عباره هایی که به فکر بیان شده چگونه مناسبت داشتن گوینده را نشان می دهند اعضای طفیلی نام دارد. بار دیگر تکرار می کنم، با دقت گوش کنید. کلمه، ترکیب و عباره هایی که به فکر بیان شده چگونه مناسبت داشتن گوینده را نشان می دهند اعضای طفیلی نام دارند. مثال، مکتوب تو حقیقتا مرا خیلی خرسند کرد. در اینجا خوانندگان عزیز، اعضای طفیلی کدام است؟ آفرین، حقیقتاً. انا این از مناسبت گوینده نسبت فکری بیان شده، یعنی حقانی بودنی فکر را تصدیق کرده استاده است. باوری بخش، قطعیت. مثال دیگر، خیریت که ناصر تو آن واقعه را فراموش نکرده ای. در این جمله باشد خوانندگان عزیز، اعضای طفیلی کدام است؟ خیریت که، یعنی مناسبت گوینده چگونه است؟ خرسند است گوینده. انا این فهماشتی باشد خوانندگان عزیز، اکنون مشق پنج را اجرا میکنیم. اول باشد تش شناس شوید. جمله ها را نویسید و به زیر کلمه های طفیلی خط کشید. انا خوانندگان عزیز، با حسن خط زیبا این جمله ها را می نویسید و به زیر کلمه های طفیلی خط میکشید. بیایید یک جای اجرا کنیم. من با خط سرخ اشاره میکنم با رنگ سرخ، شمایان باشد و زیرش یک خط راست میکشید. یکم جمله، صاحب مک از افتکار سخت رنجید. کنی خوانندگان، در اینجا کنی اعضای طفیلی، واحد طفیلی کدام است؟ آفرین، از افتکار. دویم، به فکر من ابرازهای پروفسور و پسرش نغز برآمدگی. در اینجا باشد به فکر من واحدی
توفیلی است. سیم جمله کس کاری بدش را فراموش نکند به خیالم خوب است. در اینجا باشد به خیالم واحدی توفیلی است. چهارم چنان که در بالا قید شد در تیارکنی ما روزانه در حجره عبدالخلیل مخدوم تشکیل می‌یافت. در اینجا باشد خوانندگان عزیز واحد توفیلی چنان که در بالا قید شد است. بزیرش خط کشید. پنجم در واقع داخونده کاری نمایانه کرد. در اینجا در واقع واحد توفیلی است. جمله آخران خوشبختانه این آرزویم نه یک بار بلکه چندین بار به وقوع آمد. در اینجا باشد خوانندگان واحد توفیلی کلمه خوشبختانه است. انا این فهما شده که باشد خوانندگان بسیار هم خوب. اکنون کلمه و عباره های توفیلی تابش های معنایی زیرین را افاده میکنند. یعنی کدام تابش های معنایی را افاده میکنند با مثال ها از خود میکنیم. یکم غم و اندوه، افسوس خوردن و شادی و خرسندی را افاده میکرده است. مثال متاسفانه آن روز کاری ما آمد نکرد. انا در این جمله خوانندگان افسوس خورده ایستاده است. یعنی مناسبتش چی است؟ غمگینی است. دویم خوشبختانه کودک را طبیبان نجات دادن. در اینجا باشد واحد توفیلی خوشبختانه یعنی شادی و خرسندی در اینجا افاده یافته ایستاده است. انا این فهماشتی باشد خوانندگان اکنون دویم باوری بخش و قطعی بودنی فکر را میفهمانید است. باوری بخش و قطعی بودنی فکر. واقعا از رایان سابق سنگوار چند قشلاق مهاجر شده است. انا بینید واقعا فکر قطعی بیان شد. البته همه چوپان ها این طور خودسر نیستند. بینید با باوری گفته استاد است که البته همه چوپان ها این طور خودسر نیستند. انا این فهماش دیگه باشد خوانندگان اکنون سیم کدام مناسبت را افاده میکند. احتمال و گمان و ناباوری را افاده میکرده است. از افتش من به کار شمایان خلل رسانیدم. در اینجا باشد خوانندگان احتمال یعنی گمان کرده ساده است. از افتش من به کار شمایان خلل رسانیدم. مثال دیگر احتمال تا رفتن شما آنها گوسفندانشان را به چرا گرفته برند. من در اینجا احتمال چی است؟ گمان ناباوری را افاده کرده استاده است. چهارم سرچشمه فکر و یا بکی تعلق داشتن آن را افاده می کرده است. مثال نظر به گفتی آب و هوا سنجان بارانگری چند روز ادامه می یافته است. یعنی این خوانندگان عزیز سرچشمه فکر یعنی نظر به گفتی که بکی تعلق دارد این گفته ها با آب و هوا سنجان. انا این فهماشتی باشد مثال نوبتی چه خیلی که از رادیو خبر دادن در روزهای خنکی سخت بعضی دریاهای قرقیزستان یخ بسته اند. انا این هم همین معنا را افاده کرد خوانندگان عزیز. پنجم ترتیب بیان فکر. یعنی با دقت به مثال ها نگاه کنید. یکم این که نه کس از ظریف ناراضی. دویم این که سه تن قاقی در انبار بوده را به اجازت فروخت. سیومش باز هم زردتر. انا در اینجا خوانندگان عزیز فکر با ترتیب منه یکم اینکی دویوم اینکی گفته سیومش گفته فکر با ترتیب بیان شده ساده است. ششم جنبست و خلاصی فکر را بیان میکند. همین طریقه از آن روزهای زفر درک نبود. یعنی روزهای زفر افت خوانندگان روزهای غلبه را میگن. یعنی در اینجا فکر با طریقی چی جنبست خلاصه افاده یافته استاده است. عاقبت کجرفتاری روز کس را رد معرکه میکند. من عاقبت در اینجا واحدی توفیلی است. یعنی در اینجا جنبست فکر یعنی عاقبت فکر خلاصه شده استاده است. انا این فهماشتی باشد خوانندگان عزیز. هفتمش برای تاکید فکر دلیل اساسی و قوت بخشیدن به فکری پیشینه. مثلا عینی هم شاعر و هم نویسنده بود.
بینه تاکید کرده ساده است. بعضی نویسندگان تاجیک، خصوصاً عینی و بهرام فیروز، ایجادیات خود را از شعر نویسی آغاز کردند. یعنی خصوصاً در اینجا فکر را چیکار کرده ساده است؟ تاکید کرده ساده است که خصوصاً همین دو شاعر، عینی و بهرام فیروز، ایجادیات خود را از شعر نویسی آغاز کردند. آن این فهماشت باشد خوانندگان عزیز، هشتم برای جلب نمودن دقت و باور کنانندن شنونده به حقیقت. مثال بو بخش در اینجا واحدی توفیلی دقت همصحبت را جلب کرده ساده است. میدانید در دنیا زیاده از 2500 زبان وجود داشته است. در اینجا میدانید واحدی توفیلی یعنی دقت همصحبت را به خود جلب کرده ساده است. آن این فهماشتیک باشد خوانندگان عزیز، اکنون بیایید مشق ده را یک جایه اجرا کنیم. شرطش چنین است: به جای نقطه ها کلمه های توفیلی موافق را گذاشته جمله ها را خوانید و چی تابیش داشتنی آنها را شرح دهید. یعنی خوانندگان عزیز در پایان همین جمله ها یک چند واحد های توفیلی در درون قوس آورده شده است. یعنی از آنها موافقش را به جای این سه نقطه ها می گذاریم و چی تابیشی معنایی را افاده کرده ایستادن شرح می دهیم. کنی خوانندگان عزیز تیار باشید اجرای مشق را آغاز کنیم. نگاه کنید، به جای سه نقطه کلمه بارک الله را انتخاب کردیم. می خوانیم: بارک الله، شعر با ما زور یارمندی کردی. در اینجا خوانندگان عزیز بارک الله واحدی توفیلی است. کنی گویید چگونه تابشی معنایی را افاده کرده استاده است؟ کنی فکر میکنیم بارک الله یعنی منتداری، رازگی از چیزی. دویم، من آشنا، خورسند، مثل پیشتر بگب در آمدی. در اینجا آشنا خوانندگان عزیز واحدی توفیلی، یعنی از درون قصد به جای سه نقطه ما این واحدی توفیلی را انتخاب کردیم. کنی اکنون گوید این چیگونه تابشی معنایی دارد؟ آفرین، این دقتی همصحبت را چیکار کرده ایستاده است؟ جلب کرده ایستاده است. سیوم، موی سر و ریش و مویله بی او به قول خودش 150% سفید شدند. انا خوانندگان عزیز در اینجا به قول خودش واحدی توفیلی است. کنی گوید چیگونه مناسبت را بیان کرده ایستاده است؟ افاده کرده ایستاده است. آفرین، سرچشمه فکر. چهارم، واقعا از صحبت ما به خود شما نیز سودی خواهد رسید. واقعا در اینجا واحدی توفیلی، کنی گوید خوانندگان چگونه تابش معنایی را افاده کرده ایستاده است؟ آفرین، واقعا این باوری، قطعیتی. آخرانش، حالا این کار چنان که نوکه گفتم از بیکاری کدوکاری است. کنی در اینجا واحدی توفیلی، آفرین، چنان که نوکه گفتم. این همچی از خوانندگان سرچشمه فکر. انا این مشق را اجرا کردیم خوانندگان عزیز و واحدهای توفیلی تابش های معنایی آن را در خاطر نگاه دارید. علامت کتابت در اعضای توفیلی، کنی با دقت گوش میکنیم. کلمه، ترکیب، عباره و جمله های توفیلی در نطق شفاهی باعث پست گشتن آواز و زود تلفظ کردن و در نطق خطی با ورگل جدا کرده می شود. مثال، به فکر من این زمستان بهترین زمستان های ما شد. کنی در اینجا واحد توفیلی، به فکر من، آفرین، یعنی بینید از دیگر اعضاها با ورگل جدا کرده شد. وقتی خواندن باشد خوانندگان آواز را پستر نگاه می داریم. انا این فهما شده که باشد اکنون مشق 16 را اجرا میکنیم. با دقت شرطش را گوش کنید. جمله ها را نویسید و به جای های لازمه علامت های کتابتی گذارید. انا خوانندگان عزیز این جمله ها را می نویسید و به جای های ضروری اش چی می گذارید؟ علامتی ویرگل. کنی حاضر در خاطر دارید چی در گجاها علامتی ویرگل گذاشتن ممکن است؟ آفرین، کنی می خوانیم. یکم، راستش که در وقت تحصیل در مکتب در هر یک موضوع
لکسه های بسیار و فایده بخش شنیدیم. انا واحد فعلی راستش کی در اولی جمله آمد، برای همین پس از آن ویرگل گذاشت شد. دویم، بعضا حتی کشتی غله نارسیده زیر برف میماند. در اینجا باشد خوانندگان، واحد فعلی کدام است؟ بعضا. آفرین، در اینجا هم در اولی کلمه آمد، پس از آن علامتی ویرگل گذاشته شد. دیگرش، این جانک جانم خانه پدری من. در اینجا خوانندگان عزیز، جانک جانم واحد فعلی است، در مابین آمد، بینید از دو طرفش ویرگل گذاشته شد. سیوم، به گمان من شیطان ها از درون شعله تلسمات که بالای سری ما استاده است می برایند. در این جمله باشد، به گمانم اعضای توفیلی است. در اول جمله آمد، برای همین پس از آن علامتی ویرگل گذاشته شد. انا این را خوانندگان عزیز با حسن خط زیبا می نویسید. انا اکنون مستحکم کنی موضوع خوانندگان. با طریقی سوال و جواب می گذرانیم. کنی با دقت گوش کنید. سوال یکم، اعضای توفیلی چیست؟ یعنی اعضای توفیلی چیست؟ به خاطر می آریم کلمه، ترکیب و عباره هایی که به فکری گفته شده چگونه مناسبت داشتنی گوینده را نشان می دهند اعضای توفیلی نام دارد. سوال دویم، البته، بی‌شبهه، حقانی کدام تابش معنایی را افاده می کنند؟ یعنی خوانندگان به یاد بیارید، البته، بی‌شبهه، حقانی. آفرین، باوری و قطعیت را. سیوم، اعضای توفیلی در نطق خطی از دیگر اعضاها با چی جدا کرده می شود؟ آفرین، البته با چی است؟ علامتی ویرگل. انا خوانندگان عزیز، امروز موضوع را هم مستحکم نمودیم. اکنون وظیفه خانگی امروزی ما مشق 11 است. جمله ها را نویسید، کلمه های توفیلی آنها را یابید و علامت های کتابتی را در موقعش گذارید. انا خوانندگان عزیز، مشق 11 را علمین طور اجرا می کردید. جمله ها را می نویسید، کلمه های توفیلی آنها را یافته، علامت های کتابتیش را در جایش می گذارید. خوانندگان عزیز، درس امروزی ما به آخر رسید. تا درس آینده صحت و سلامت باشید.